گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه این هفته رو با یک مهمان ارجمند و ادیب و صاحب نظر و یکی از وکلای سرشناس کشورمون که سالهاست در خارج از کشور فعالیت میکنند و برای جامعه ایرانی مقیم لس‌آنجلس و به طور کلی هموطنانی که در ایالات متحده هستن اسمی شناخته شده هستن. با امروز با آقای دکتر سیروس مشکی خواهم بود و درباره مسائل مختلف با ایشون به گفتگو خواهم نشست. دکتر سیروس مشکی همونطور که گفتم برای هموطنان ما در به خصوص کالیفرنیا کاملا شناخته شده هستند. تحصیلاتشون رو دکتر مشکی تا اخذ درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران گرفتن با درجه ممتاز، جزو شاگردا و دانشجوهای زرنگ بودن. تحصیلاتشون رو ادامه دادن در امریکا، ایالات متحده و در دانشکده حقوق وسترن استیت کالیفرنیا و همچنین دوره تکمیلی رو گذروندن در دانشگاه هاروارد. در ایران وکیل پایه‌ای که دادگستری و مشاور حقوقی وزارت جنگ و بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران بودن، استادیار مرکز عالی مطالعات بین‌المللی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران و در امریکا به وکالت در امور حقوقی و دادگستری اشتغال دارند. دکتر مشکی مؤلف 7 کتاب هستند و صدها مقاله در زمینه‌های حقوقی و اجتماعی و ادبی. دکتر سیروس مشکی با حافظه بی‌پروایی که دارن در زمینه حفظ ادبیات و اشعار واقعا یکی از معدود شخصیت هایی هستن که بنده افتخار دوستی و آشنایی باشون داشتم. خوش آمد بهشون میگم و خیلی ممنون میگم. خیلی ممنونم. خیلی خوشوقت هم که این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما و بینندگان گرامی باشم. بی‌نهایت ممنونم دکتر مشکی. دکتر مشکی، شما علاوه بر این فعالیت ها که خیلی درس گرفتید و به ما بروز ندادید، یک نهادهایی رو بنیان گذاشتید و در واقع با نهادهای مختلف ایرانی در لس‌آنجلس و در به طور کلی کالیفرنیا میتونم بگم فعالیتایی رو داشتید، از جمله بنیانگذاری یکی از نهادهایی که در واقع در کار بیزنس یا در کسب و کار فعالیت داره و یک نهاد موفقی بوده، انجمن همبستگی مشاغل. این انجمن رو شما پایه‌گذاری کردید و با تلاش زیاد این رو تا امروز حفظ کردید و 25-6 سال میگذره از بله 27 ساله. 27 سال. و بعد مشارکتتون در روتاری کلاب که یک مؤسسه خیریه بسیار فعال و جهانی هست، اونجا سالها پرزیدنت بودین و فعالیت کردین. روز چهارشنبه گذشته شما یه سخنرانی داشتید در روتاری کلاب لس‌آنجلس. میخواستم راجع به اون سخنرانی با هموطنانمون صحبت بکنید و بفرمایید که چه مطالبی رو عنوان کردید اونجا. خواهش میکنم. با کمال میل عرض میکنم که در بحثی که بود، چون به نظر میرسه، من دیروزم اشاره کردم در اون سخنی که داشتم، هرگاه ما در مهمانی ها در مجامع ایرانی دوره هم جمع میشیم در این 30 چند سال گذشته، من بی اختیار میبینم که بحث ها به مسئله ایران و انقلاب ایران میرسه. کسانی که در کودکی، در شیرخوارگی یا در هر برهه ای از زمان و در هر مقطعی از سن و سال که بودن به امریکا آمدن 30 چند سال پیش، هنوز هم این راز ناگفته رو با خودشون هم میکنن. به نظر میرسه که یک زخم عمیق روحی در نهاد ما ایجاد شده که
هر جا هستیم و در هر حالت و در هر مرحله و حتی در مهمانی ها و عروسی ها و جشن ها و تولد ها و اینها بی اختیار بحثمون به ایران میرسه و اینکه چه شد که چنین تحولاتی و چنین اتفاقات حیرت آوری در کشور ما پیش آمد. و من با استفاده از این بهانه به اصطلاح سعی کردم که یک مقداری در حد فرصت کوتاهی که بود نظر خودم رو با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشتم و با توجه به تحلیل تاریخی دورانی که و سرنوشتی که بر ملت ایران گذشته در طول سده های مختلف مطرح کنم، چون به طور خیلی خیلی اجمال و خلاصه‌ای بخوام عرض کنم به نظر میرسه که یک گروهی از هموطنان ما و حتی اندیشمندان ما سعی میکنند که تقصیر رو بندازن به عهده یک عوامل خارجی یا یک عواملی که به هیچ وجه کنترلی روش نبود، مثلا از قبیله اینکه آقای کارتر و کابینه امریکا مسئول انقلاب ایران بود یا باعث شد که حکومت عوض بشه، یا اخباری که از بی بی سی پخش میشد باعث شد که مردم رو منقلب کنه، یا اینکه به پایان آمدن دوره نفت و دوره قرارداد اوپک بود و اینکه نوبت سررسید این بود و شاه میخواست گرون کنه نفت رو، یا فرض بفرمایید که بیماری شاه هم جزو عوامل انقلاب ایران دیدم که گفته میشه. ولی همطور که دیروزم عرض کردم به نظر بنده اینها همه عوامل سطحی و خارجی و بیرونی مسئله است. ما باید اگر بخوایم ریشه شکافی کنیم و یک بار به طور علمی و علی روابط ضروری بین حوادثی که اتفاق افتاد که به اینجا رسید بشکافیم، باید یه مقدار عقب‌تر بریم. و من به طور خلاصه، البته هرچند که برای هر حرکت تاریخی و اجتماعی میشه شاید صدها عامل رو برشمرد، ولی به طور خیلی خیلی خلاصه و اجمال به نظر میرسه که عوامل زیربنایی انقلاب ایران چند عامل عمدتر و مهمتر از بقیه بود. یکی مسئله یک نوع انشقاق فکری در هویت تاریخی ماست، یعنی در از دیرباز، از بیش از هزار ساله یا شاید بیشتر، که در نهاد ایرانی ها استبداد و دموکراسی یا مدرنیته و کهنگرایی یا به عبارتی مذهب و حکومت یا سیاست تعارض و تداخل پیدا کرده و به طور این انشقاق فکری عمیق و شدید و ریشه دار شده که ملت ما گویا به دو نهاد مختلف تقسیم شدن. گروهی به شدت کهنه‌گرا یا ارتجاعی فکر می کنند و به دنبال بنیانهای عمیق و قدیمی گذشته می رند و گروهی دیگر هم نهاد سکولاریسم رو یا پلورالیسم رو که حالا در دوران معاصر به دموکراسی تعبیر شده پی میگیرند. و ما همیشه در جنگ بین این دو عامل کهنه‌گرایی و نوگرایی درجا زدیم و موندیم، گاهی این غلبه کرده و گاهی اون غلبه کرده. و به نظر میرسه که به قول زنده یاد نادر نادرپور، یک نوع اسکیزوفرنی تاریخی ما پیدا کردیم که نمیتونیم تکلیف خودمونو با عوامل مذهبی و عوامل اجتماعی و تاریخی و سیاسی روز روشن کنیم. و به نظر میرسه اون اتفاقی که شاید این دوگانگی در نهاد بشر بوده و در جوامع دیگه هم دیده شده، ولی مثلا در امریکا وقتی فریمرها و واضعین قانون اساسی امریکا 200 سال قبل آمدن و قانون اساسی امریکا رو نوشتند، سعی کردند که نهاد مذهب رو با تمام احترامی که براش قائلن، حکومت مذهب رو بر دلها بنهند و حکومت سیاست مداران و دولت مداران رو در ادارات و در وضع روزمره زندگی مردم حاکم کنند. و این جدایی دین از حکومت باعث شد که امریکا بتونه قدم‌های بسیار جهش‌آسایی به جلو برداره. در اروپا هم همین اتفاق افتاد در دوره رنسانس و نوگرایان فکری بدون اینکه مذهب رو تخطئه بکنند یا کنار بگذارند یا خدایی نکرده توهینی نسبت به او بکنند، اما حکومت قلب‌ها رو به روحانیون واگذار کردند و
گفتند که مذهب یک نهاد شخصی است، هر کس با خودش و خدای خودش باید باشه و به هیچ وجه نباید در صدد تحمیل ارزش‌های آرمانی خودش به سایرین باشه، برای اینکه انسان ظاهراً در زمینه مسائل اندیشه‌ای و آرمانی و مذهبی میتونه افکار متنوع و گوناگونی داشته باشه و اینکه یک باوری رو بر سایرین تحمیل کرد، این از همون اول باعث اختلاف و انشقاق و حتی خونریزی‌های شدید و قساوت قلب بی‌نهایت میشه. مسئله دوم که به نظر من در تاریخ ایران متاسفانه دردناک بوده، مسئله فساد مالی بوده که همواره ما شاهدش بودیم. من یاد کردم از قرارداد 1909 و 1919 که وثوق الدوله نوشت و ایران رو تجزیه کردن، ابتدا به سه قسمت و بعد به دو قسمت بین روسیه و انگلیس تقسیم شد و معروف بود که 400 هزار لیره از دولت انگلیس پول گرفته تا این قرارداد رو امضا کنه و وقتی هم که مشیر الدوله فرزند اون مشیر الدوله که دو برادری که نویسنده قانون اساسی مشروطه ایران بودن اعتراض میکنه به وثوق الدوله که چرا شما با 400 هزار لیره مملکت رو فروختید به خارجی ها، وثوق الدوله هم بدون اینکه شرم و عبایی داشته باشه میگوید که خب بله، برای اینکه پدر من برخلاف پدر شما ندزدیده بود و برای ما چیزی نذاشته بود، من مجبور بودم خودم برای خودم تأمین کنم و برای فرزندانم بذارم، همونطور که پدر شما برای شما گذاشته بود. مسئله سوم به نظر من که یه ریشه خیلی بنیادین میتونه داشته باشه در اتفاقاتی که در ایران میفته، مسئله زبان ماست. زبان فارسی با تمام زیبایی و شیرینی و اینکه به قول جمالزاده شکر است و واقعا هم شکره، اما پر از رمز و راز و پیچیده و منمم شده. اخیراً کتابی چاپ شده است از یک امریکایی ایرانی شناس به نام دیک دیویس که به نام Faces of Love و این در مورد به خصوص حافظ و مولانا و زبان پر رمز و راز و پیچیده اینها، که زبان حافظ طوری است که با وجود اینکه حملات شدید داره میکنه به و آزاز و حاد ریایی و اینها و همچنین تعریف بسیار میکنه از می و شرابخواری و اینها، ولی همچنان بحث در اینه که آیا شراب او شراب روحانی بوده یا اون زهاد ریایی با زهاد واقعی چقدر فرق دارن و بنابراین حتی متقی ترین و طاهر ترین مردم روزگار ما هم بی طهارت دست به سوی کتاب حافظ نمیبرن و اون رو مقدس میدونن و در زمره خود حافظ رو در زمره اولیاء الله میشناسن. و بالاخره عامل دیگری که به نظر من در این اشکالات تاریخی ما وجود داره، مسئله این است که ما همواره در طول تاریخ نیمی از جمعیتمون رو سرکوب کردیم، لگدکوب کردیم و خانوم ها رو ندیدیم و به اینجا مشارکت ندادیم در امور اجتماعی. بنابراین همیشه ما با نصف قوای خودمون در جامعه حضور داشتیم، در بسیاری از جوامع دیگه هم این بوده، ولی وقتی متوجه شدن بلافاصله شروع کردن به جبران اون و خانوم ها رو به عرصه میدان آوردن. وقتی که مردای ایرانی یا مردان مشرق زمین وظیفه‌شون این شده یا دل مشغولیشون همش این شده که زنها رو در خونه نگه دارن، در حجاب نگه دارن و دور از چشم بقیه نگه دارن، در نتیجه این زندانبانیه که خودش هم به نوعی در اون زندان قرار میگیره. بنابراین نیروی انسانی محرک و مولد و خلاق ما همواره اسیر و منکوب شده. این است که ما میبینیم که نتیجه این میشود که اون خواب و رویایی که شیخ فضل الله نوری 100 سال قبل از انقلاب اسلامی داشت و به تحقق در واقع نپیوست و کسی فکر نمی کرد، اصلا کسی تصور نمی کرد 100 سال بعد از اون آقای خمینی بیاد و به مراتب بیشتر از اون رو بتونه به این ملت بقبول بکنه. دکتر مشکی، قبل از این که ما بریم به یک بریک کوتاه، به یک تنفس کوتاه، میخواستم بپرسم شما در دوران انقلاب کجا بودید، چه می کردید و با دیدی که داشتید و با نگرشی که داشتید چی فکر می کردید از این انقلاب بیرون بیاد؟ والا در دوران انقلاب من در ایران بودم، تا دو سال بعد از انقلاب هم من در ایران موندم، برای اینکه تصور می کردم شاید ساده لوحانه که این یک تحول ایجاد بکنه در بعضی از
باورهای ذهنی ما و یک مقداری فضای باز و فضای آزاد و دموکراتیکی رو که ما داشتیم یا آرزو داشتیم به بار بیاره. بعد از 2 سال در واقع به این نتیجه رسیدم که متاسفانه به این زودی شاید فرصتی نباشه یا امکانی نباشه، و لذا به قول دوست شاعری میگه تا باغ باغ بود منش باغبان بودم، چون بیشه شد به شغالان گذاشتم. در همون زمان وقتی من تازه از ایران آمده بودم بیرون، یادمه که در مجامعی یک بزرگواری صحبت میکرد و میگفت که تا 30 سال دیگه حداقل شما انتظار هیچ تغییر و تحولی رو نباید داشته باشید، و این سخن بر خیلی ها گران آمد. ولی به نظر میرسید چون همه افت و خیزهای سیاسی ایران رو در طول تاریخ های نگاه کنیم یک سایکل 30-40 ساله داشته، بنابراین و الان که الان 30 و چند سال گذشته از این اتفاق، به نظر میرسه که اون جوشش نهانی ملت ایران دوباره تبلور خواهد کرد و سرریز خواهد شد، همچنان که در حوادث 88 گوشه کوچکیش رو دیدیم. بله، قصدم از طرح این سوال این بود که این موجی که شروع شده بود خیلی ها رو با توجه به وعده های آقای خمینی که به کلی صحبتش این بود که سیاست جاش جای دیگه است و با سیاست کاری نداره، میره قم و به عنوان یک روحانی و یک مصلح جامعه عمل میکنه، خیلی ها رو به خودش جذب کرد. و اتفاقا من مصاحبه داشتم با یکی از کسانی که در اون دوران 10-11 سالش بیشتر نبوده و او نکته ای رو مطرح کرد که خیلی جالب بود. اتفاقا میخواستم اینم از شما بپرسم. میگفت که عجیب بود که رژیم، وقتی من نگاه میکنم رژیم پهلوی، هیچ گونه ممانعتی در راه این آشوبی که شروع شده بود نه تنها به وجود نیاورد، بلکه به اینا میدون میداد. و این نظر به نظر من یه نظریست که باید روش تعمق کرد. نمیدونم نظر شما چی هست. بله، ببینید در امریکا یک اصطلاحی هست میگن ماندی مورنینگ کوارتربک، یعنی پیشبینی بعد از وقوع واقع. بله اینطور بود رژیم تا مدتی، ولی به نظر من دلیلش سردرگمی و این بود که نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته. شاید یک مقدار قفلت بود. از ما یادمون باشه از زمان رضا شاه به بعد 3 نیرو در ایران به تعارض با هم بودند. نیروی ملیون بود، نیروی مذهبی بود و نیروی چپی ها که در اون از اون دوره شروع شد و این سه دوره نه تنها هیچ وقت توافق نداشتند و بنابراین در واقع میشه گفت که چرخ لای کارهای دولت رضا شاه با تمام چوب لای چرخ دولت میذاشتن و رضا شاه با تمام قدرتی که داشت با همه اقدامات مصلحانه و پیش روی که انجام داد، ولی همچنان در زیر بنا اون وجود داشت، جلسات مخفی بود و این به اصطلاح نمیگذاشتن که چرخهای این کالسکه از گل خارج بشه و به حرکت در بیاد. و این بود که وقتی هم که این یک دفعه اون چه که مدت ها از زیر می جوشید مثل یه آتش فشان سرریز کرد و آمد بالا، حتی سردمداران رژیم و حتی خارجی ها هم نمی دونستن که چه اتفاقی داره می افته. من یادمه در یه زمانی 15 سال بعد از واقعه خرداد 41 دوستی که رفته بود، یکی از استادان ما در دانشکده حقوق، رفته بود به دیدن آقای خمینی در نجف و وقتی برگشته بود تعریف میکرد که بازاری ها هر ماه میلیون ها تومان دارن کمک میکنن و پول میفرستن و این از روز اولی که ایشون تبعید شد ادامه داشته و وجود داشته. بنابراین این اتفاقات رو حتی ساواک هم مثل که نمیدید یا اگر میدید کاری نمیکرد. جایی بود که چند ماه قبل از انقلاب آقای کارتر رئیس جمهور وقت امریکا ایران رو جزیره ثبات و امنیت میدونست. بنابراین متاسفانه یک اتفاقی در زیر این فاندیشن و زیربنای نظام زندگی ما رو داشت از بین میبرد، مثل موریانه میخورد و دولت مداران ما نمیدیدند یا نمیخواستند ببینند. اتفاقا اشاره کردید به وقایع سالهای 41 و 42. آقای پزشکزاد، این
مروری کردن در واقعه 15 خرداد 42 که اتفاقا این کتاب رو من همراه دارم و در این نکاتی رو مطرح کردن از جمله اغراق و در واقع اگزاجری رو که آخوندا و روحانیون میکردن از اون چه که اتفاق میافتاد همون زمان و بعد هم به طریق اولا خیلی پررنگتر و بعد رژیمی که کنترل میکرد رسانه ها رو و اجازه نمیداد که واقعیات اون چیزایی که داره اتفاق میفته با مردم در میون گذاشته بشه. بله. و این دو منبع خبررسانی و اطلاع دادن به مردم هر دوش ایراد بزرگ توش بود و از یک طرف دولت سعی میکرد که این مسائلی رو که پیش میاد به اصطلاح خیلی پیش پا افتاده و سطحی قلم داد بکنه و برعکس آخوندها سعی میکردن اونو پررنگتر و اساسی تر جلو بدن، کما اینکه بعد از انقلاب دیگه این یکی از ادعاهایی که میشه اینه که در واقع انقلاب اسلامی از سال 42 در ایران شروع شده. بله و کاملا این مطلبی که فرمودید درسته، حتی بعضی ها میگن که از زمان انقلاب مشروطیت بله، شروع شد. بله. شیخ فضل‌الله نوری یا بعدها اون آقای نواب صفوی و گروه طیب و اینها دنبال روی این بودن، این نهالی بود که اونا کاشتند و آقای خمینی آمد اونو به ثمر رسوند. بله و خب ما در این رهگذرم از نباید غافل بشیم از کسانی مثل آقای فردید و غیره که اونها هم به هر حال بله اتفاقا نکته خوبی رو اشاره فرمودید، چون همطور که عرض کردم گروه ملیون و مذهبیون و چپی ها وقتی که بعد از استبدادی که به هر حال در دوران پهلوی اول وجود داشت میخواستن که نیروی خودشون رو تجمیع کنن، اینها با هم یک اتحادی رو تشکیل دادن که در زمان محمد رضا شاه این به ائتلاف سرخ و سیاه یا مارکسیست اسلامی تعبیر شد و روشنفکران ما یا چپیهای ما به دامن روحانیون افراطی ما پناه بردند و سعی کردند که تمام نهادهای مترقی روز و روزگار رو از دامن کهنه پرستی بیرون بکشن و طوری به اصطلاح قنیسی بپوشنن بر این لباس کهنه. آقای فیلسوف معروف هم آقای فردید که فرمودید، احمد فردید، عقاید کیرکگارد رو میگرف یا هایدگر رو و به صورت شرقی میخواست ارائه کنه، یا آقای داوری استاد دیگر فلسفه، یا آقای احسان نراقی دکتر آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد که ما همه چیز رو میتونیم بیاریم در شرق خودمون و ما اصلا نیازی به غرب نداریم. و اصولا این اندیشه این که ما نیازی به دیگران نداریم، ما باید دور خودمون یک دیواری بکشیم و هر چه داریم خودمون از رضایت اصرار رضایت بکنیم، این یک اندیشه مندرس پوسیده قرون وسطایی. امروز دنیا انقدر کوچک شده، انقدر یک پارچه شده. اینو 200 سال قبل الکس دو توکویل گفته، کسی بود که سیویل سوسایتی رو سکه زد، این اصطلاح سیویل سوسایتی رو. الکس دو توکویل میگه انقدر ملت‌های جهان به هم دارن نزدیک میشن که به زودی کلمه بیگانه مفهومش رو از دست خواهد داد، برای اینکه شما اتفاقی که امروز در یک گوشه دنیا میفته در چند ثانیه بعد در همه جای دنیا خبر دارن از اون. و در چنین روزگاری الان هم که با وضعیت اینترنت و اوضاعی که هست و اینها، این که ما بگیم که آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، بیگانه کیه؟ اون هم انسان، انسانها رو باید به چشم انسان دید و این تمایزات و این تغییرات رو که همیشه در طول تاریخ باعث خونریزی و شقاوت و قساوت شده یک سرش هست و کنار گذاشت. خیلی متشکرم آقای دکتر مشکی، با اجازتون یه چند لحظه میریم توازم. یه تنفسی رو میگیریم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم با آقای دکتر سیروس مشکی و وکیل دعاوی در لس آنجلس، ادیب، نویسنده و یکی از روشنفکران بسیار برجسته هموطن در خارج از کشور. با ما باشید.
اجل آواز دهل سر نمیده، اجل آواز دهل سر نمیده، به کسی مهلت بیشتر نمیده. بهترین هدیه به دلها عشق، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده. اجل آواز دهل سر نمیده، به کسی مهلت بیشتر نمیده، به آدم رخصت باور نمیده. بهترین هدیه به دلها عشق، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده. تا کبوتر ننشست جای قفس خوردنه، کفتر رفیق پرواز و آدم پر نمیده. دنیا رو یک دفعه فرصت دیدن داری، عمر یک باره، خدا عمر مکرر نمیده. حاتم تایی از ابتدا به بخشش رو آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده، آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده. اجل آواز دهل سر نمیده، به کسی مهلت بیشتر نمیده، به آدم رخصت باور نمیده. بهتری هدیه به دلها عشق، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده. آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده. بینندگان گرامی، به برنامه گلگشت از تلویزیون ایران فردا توجه می‌فرمایید. حسین حجازی هستم.
با مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر سیروس مشکی سوالاتم رو ادامه میدم و گفتگوی ما ادامه پیدا خواهد کرد. آقای دکتر مشکی، بعد از به عبارت دیگه از اونچه که گفتید به این نتیجه میرسم که شما هم استثنا نبودید، از مستثنا نبودید از اونچه که در ایران میگذشت و به هر حال اون شور و هیجانی که به وجود اومده بود به امید این که اون آرزویی رو که شاید طی سالها و قرون مردم ما داشتن تصور کرده بودن که آقای خمینی براشون به ارمغان داره میاره و خب ولی خیلی زود شما بعد از 2 سال متوجه شدید که نه خبری نیست، آمدید به خارج از کشور. در طی این سالیانی که در خارج از کشور بودید ارزیابیتون از فعالیت‌های به اصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور چیه؟ سوال سختیه ولی فکر میکنم که جای اون داره که الان که ما نزدیک هستیم به سالگرد این اتفاقی که در ایران افتاد و مملکت ما رو به این روزی که هیچ احتیاجی نیست راجبش صحبت بشه که رسونده چه میاندیشید؟ والا اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور در 30 و چند سال گذشته نقش مهمی داشته در برافراشته داشتن پرچم مخالفت و همچنین در زنده نگه داشتن آتش شور و هیجان ایران پرستی و ملیت گرایی ایرانی ها. اما اگر بخوایم کارنامش رو به طور مجموعی ارزیابی کنیم متاسفانه موفقیت چشمگیری نداشته و این عدم موفقیت ها به چند دلیل مهم بوده. یکی مسئله شاید یک مسئله روانی اجتماعی ماست و این است که ما اصولا از بچگی کار دست جمعی کار گروهی رو به ما نیاموختند و ما همه فردگرا هستیم، هر کس در میدون بازی هم خودش میخواد بره گل بزنه و شما وقتی در امریکا مثلا میبینید یا در اروپا که بچه ها رو از کلاس اول و دوم اینا یک روزایی میذارن شیرینگ دیز که اینا بعد اسباب بازیاشو بیارن با هم دیگه مشارکت کنن، همکاری کنن و یک جور از بچگی اینا رو پرورش میدن برای همکاری‌های دست جمعی که این اون چیزی بود که ما نداریم. بنابراین هر جناح اپوزیسیونی ساز خودش رو میزد و نه تنها ساز خودش آماده همکاری با گروه‌های دیگه نیست و نبود، بلکه در تخته‌ای اونها هم کوتاهی نمی‌کرد و گاهی به اینجا می‌رسید که ما می‌دیدیم که اینها به جای اینکه به دشمن اصلی خودشون، هدف اصلی که باید داشته باشن بپردازن، به همدیگه پرداختن و در واقع همدیگه رو تضعیف می‌کنن. این یک عامل روانی که مشکل مزر. ما بوده، عامل روانی مضر، بسیار مضر بوده، زیانبار بوده. و دوم مسئله عدم نیروی مالی، پشتوانه مالی، برای اینکه اگر ثروتمندان ما یا کسانی که به هر حال ملاعتی داشتن یک صندوقی درست میکردن و تقویتی میکردن که یک سازمانی بتونه برنامه ریزی کنه و به صورت سیستماتیک و منسجم و منظم پیگیری کنه یک هدفی رو، فرق میکرد. ولی وقتی که رهبر اپوزیسیون ما مجبور باشه بره روزنامه توزیع کنه یا نان فروشی بکنه، خب شما چه انتظاری دارید؟ برای اینکه غم نان گاهی وقتا بله. امان رو میبره از انسان‌ها. و مسئله سوم، مسئله شاید یک مقدار اخافه و ترس و ارعابی بود که جمهوری اسلامی در بیشتر کشورهای دنیا به راه انداخت، ادعی رو به وحشیانه ترین وضع ترور کرد، از آقای شاپور بختیار بگیریم تا آقای الهی و اتفاقاتی که در اون رستوران در آلمان افتاد و عرض کنم در امریکا هم یک سرهنگی رو همون سالهای اول به قتل رسوندن. بنابراین یا شاهزاده ای رو که در فرانسه کشتن و تمام اینا و حالا غیر از اون اتفاقاتی که واقعا افتاد
ترسی که ایجاد میکردن، یعنی من بارها از زبان روزنامه نویسای معروف خودمون در خارج از کشور شنیدم که تلفن‌های تهدیدآمیز بهشون میشه که شما فرزندتون هنوز در ایرانه، بله، فامیلتون در ایران، فامیلتون در ایرانه. بنابراین این اخافه و ارعاب بین المللی هم میتونست یه نقش بازدارنده داشته باشه. البته برای این عوامل دیگری هم حتما میشه اضافه کرد که شاید جای بحثش اینجا نباشه، ولی در مجموع اپوزیسیون ما هنوز نتونسته موفق بشه، این دیگه قدر مسلم. نه، اون چه که اشاره کردید در مورد مسائل فرهنگی و مسائل تاریخی ما، واقعا در طول این دوران کسانی بودن که سنگ تمام گذاشتن، با توجه به این که گفته میشه که هموطنان صاحب نظر ما، فرهیخته و با شعور ما، سرمایه‌داران بزرگی که یا آمدن اینجا و با لیاقتی که داشتن تونستن به مقامات بالای مالی دستیابی پیدا بکنن، از هیچ ایثاری فروگذار نکردن. ما الان در دانشگاه‌های بزرگ امریکا دپارتمان‌ها و قسمت‌هایی رو داریم که به همت ایرانی‌ها برای ترویج و برای شناساندن فرهنگ و ادب ایران دارن فعالیت میکنن. ولی همونطور که گفتید، یک عامل رو چیه نظرتون راجع به عدم اعتماد به هم دیگه؟ برمیگرده به همون مسئله روانی که ما اصولا نوعی بدبینی نهادینه شده در وجودمون و یک مقدار هم یه حالا برای شاید تغییر زائقم بد نباشه، میگن که یک ایرانی، یک فرانسوی و یک امریکایی رو خدا برگزید و گفت هر آرزویی دارید من برآورده میکنم. امریکایی گفت که من آرزو دارم یک قایق تفریحی داشته باشم و زندگی خوبی داشته باشم و اینها، گفت برآورده شد. فرانسوی گفت من دلم میخواد همیشه استیک خوب بخورم و شراب خوب و زن خوب و اینها، گفت آرزوی تو هم برآورده شد. ایرانی گفت من تنها آرزوی من هیچی برای خودم نمیخوام، ولی این همسایه من یه بزی داره که این از گوشت و شیر و پوست این استفاده میکنه و ارتزاق میکنه، این بز رو از این بگیر. من چشم دیدره مثل همون خر مشحسن هم همین که فوت که گفت خر مشحسن مرده بود، بعد این دعا میکرد خدا خر مشحسن اینو بکش. خب چرا دعا نمیکنی که یه خر بکن؟ نه، اون نداشته باشه. و حالا تو ضمن این که اینا یه طنز و یک شوخی به نظر میرسه، ولی واقعیت درشه و این جریان واقعا در طول این همین مدت 35 سال ما به کرات این رو شاهد بودیم. اشاره کردید به این نکته، طی چند روز گذشته نامه ای رو که 30 نامه ای رو که محمد نوریزاد نوشته به رهبر جمهوری اسلامی سر و صدای زیادی کرد. دکتر مشکی، نظرتون چیه راجع به این که افرادی مثل نوریزاد که از داخل این رژیم بیرون آمدند، سالها خدمت کردند، وفادار بودند به این رژیم، امروز آمدند و با یک دید دیگه نگاه میکنند و سعی میکنند به مردم آگاهی بدن، سعی میکنند افشاگری بکنند در حد اطلاعات زیقیمتی که دارن از درون اون، و اینها رو دل سرد کردن، راجبشون شایعه پراکندن، راجبشون مهر باطل روشون زدن، چیه نظر شما؟ عرض میکنم که به نظر من کسانی که همکاری کردن با رژیم و بعد متوجه اشتباه خودشون شدن و صادقانه آمدن، اون لباس رو از تن به در آوردن و لباس دیگری پوشیدن، من سر تعظیم فرود میارم به این افراد. در صورتی که دستشون به خون آلوده نبوده باشه، در صورتی که به هر حال در حدی که به صورت خیرت هم تاییدشون کنه، ولی این که انسان انقدر دلپاک باشه که اعتراف بکنه به اشتباه خودش، اتفاقا اینها رو باید پذیرفت و راه داد. و چون شما نمیتونید گفت شب و روز در بده با خلق خدا نتوان کرد، نمیشه همه رو نفی کرد. اگه یادتون باشه آقای خمینی وقتی که آمد و ایران رو مسحور خودش کرد با عبارات و شعارهای عوام فریبانه و همه ارتش، شما درسته که در خدمت طاغوت بودید ولی بیاید آقا بشید، بیاید چیز کنید، اینجا ما همه با هم، همه با هم، هیچ کس استثنایی نداره، در حجاب اجباری نیست، حتی کمونیست ها هم آزادن، بله، همه حقه. یعنی یه کاری کرد که همه بیان. حالا درسته که اون بر مبنای ریا و تزویر بود، ولی
اگر ما بخوایم یک روزی به هر حال دست از این دوگانگی و دو گونه بازی کردن برداریم، راهی نداریم جز که با صداقت عمل کنیم و کسانی رو هم که با صداقت میان اعتراف به خطای خودشون میکنن بپذیریم. اینها اتفاقا به نظر من بهترین خونسازان موج جدیدی خواهند بود که در جامعه بیان. من سر تعظیم فرود میارم به آقای نوریزاد و به چند تن دیگر از روشنفکرانی که آمدن بیرون یا نیامدن بیرون ولی همچنان پای مردانه دارن میگن ما اشتباه کردیم و الان واقعا تا پای جانشون وایسادن. اینطوره اینطوره. و به نظر میرسه که حتی تخطئه این گروه هم یکی از اون نقشه های پلیدیه که میخوان بذارن که هیچ کس جرأت نکنه دیگه خارج بشه از اون نظام، برای اینکه تا بیاد یک انگ و یک مهر باطله بهش میزنن، در نتیجه راه خروج رو میبندن بر افرادی که بخوان واقعا بیان و تحول فکری خودشون نشون بدن. در تایید این قسمت از صحبتتون، هرچند من با بسیاری از کارهایی که این روزها آقای گنجی انجام میدن موافقتی ندارم به عنوان یک ناظر، به عنوان یک ایرانی، ولی در اون بعد ورودش به ایالات متحده در دانشگاه UCLA ایشون یک سخنرانی داشت و از او سوال شد که چگونه است که افرادی مثل شما رو که این همه زندان کشیدید، اونجا مصیبت دیدید، شکنجه شدید و اینا، بعد از اینکه آزاد میشید اجازه میدن که بیاید بیرون و راحت بیاین به کشور دیگر. او جواب جالبی رو داد، گفتش که جمهوری اسلامی هر کسی که میخواد رسوا کنه پاسپورتش رو میده میگه برو، برای اینکه این یه راهی شده براش که آدما رو رسوا بکنه. بله، و از اون برم عوامل خودشون شایع پراکنی رو بله. ولی این موضوع دیگه با این شرایطی که پیش آمده و البته در کنار همین صحبتی که آقای گنجی کردن اونجا، الان خود ایشون خلافش ثابت کردن، یعنی الان عملا ایشون، حالا من نمیدونم تا چه حد، به شدت از این رژیمی که خود او بیشتر از هر کسی باش آشنایی داره و اینو مقایسه بکنیم با نوریزاد، اون وقت میفهمیم که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. بله بله، همطور که فرمودید آقای گنجی رو خیلی سعی در تختهش کردند و آقای نوریزاد هم هنوز بعضی ها میگن که این نامه هایی که اون مینویسه خود به اشاره یا به دستور خود ارباب، اون ارباب باید خیلی مغزش ایراد داشته باشه که و دیگران هم هستن در این زمینه. من یادم میاد از یه خاطره بسیار تلخی که مرحوم سعیدی سیرجانی وقتی آمده بود به لس آنجلس، حتی او رو هم بله میگفتن و چه لطمه ای زده شد به اون به اون شخصیت. این یکی از اون شیوه های بسیار مزورانه و ریاکارانه ای که باید ملت ما و جامعه ما آگاه بشه نسبت بهش و مقابله کنه و نذاره این گونه شیوه ها رواج پیدا کنه. خیلی ممنونم دکتر مشکی. میخوام به کلی برم به یه طرف دیگه. هموطنان ما در خارج از کشور، اولا تصوری که در داخل مملکت مخصوصا بین گروهی از افراد کهنسال ما، مسن ما به وجود آوردن که اگر بتونن بیان امریکا اینجا حقوقشون از پیش تعیین شده است و میان، و بعضی وقتا این آگهیاری که من اینجا میبینم تعجب میکنم که بعضی از این مؤسسات اعلام میکنن که ما حقوق حقه شما رو از دولت امریکا میگیریم و میذاریم کف دستتون. این برداشت و این طرز تفکری که به وجود آمده و این تصوری که وجود داره، خب معلومه که به کلی واهی هست و بی اساس و اینجا هیچ خبری از اون گونه خبرایی که گفته میشه وجود نداره. و من یادم یکی از بستگان من وقتی با من مکاتبه میکرد که من میام اونجا و ما کاری نداریم، سربار تو هم نمیخوایم بشیم و ما اونجا حقوق خودمونه میگیریم و اینا، بهش آگاهی دادم که نه آقا اینا شوخیه. الان بعد از این تحریمایی که گذاشتن و البته از مدتها قبل قوانینی در امریکا وضع شده بود که این قوانین در مورد انتقال پول خیلی سخت و جدی، که البته طی این چند سال گذشته هرچند که قبلا به اون صورت اعمال نمی شد الان با شدت اعمال میشه. آیا
این موافقت نامه‌ای که البته هنوز هیچ معلوم نیست که ادامه پیدا بکنه، فقط یه توافقه، نه قراردادی است، نه چیز خیلی جدی و به قول معروف نه بداره نه بباره. آیا این موافقت نامه تسهیلاتی رو به وجود آورده واسه هموطنانی که اینجا مثلا دانشجویی که در مضیقه بودن از نظر دریافت پول مورد نیازشون برای ادامه تحصیل و غیره؟ عرض میکنم که بعد ببینید سوال شما جامع الاطراف بود. اجازه بدید من به قسمت اول اشاره کنم و اون مسئله حمایتی که دولت امریکا از کهنسالان میکنه و اون مطلبی که فرمودید که بیاید اینجا و به شما حقوق میدن و پول میدن و اینها، به اون ترتیبی که عرضه میشه در رسانه‌های ایرانی یا بعضی از ملل دیگر، سوء استفاده از یک عمل انسانی و درست است. به عبارت دیگه در امریکا یک اصلی برقراره که میگن جامعه خوشبخته که دو گروه در او فکرشون راحت باشه و بتونن با آسایش زندگی کنن، یکی خردسالانن یکی کهنسالان. این دو قطب رو شما اگر سالم و مرفه و آسوده نگه دارید، جامعه مرفه خواهد بود. برای اینکه در این میان وقتی شما کودکی شادی داشته باشید، وقتی به بزرگسالی میرسید مولد خواهید بود و تولید میکنید و همین دسترنج شما باعث میشه که بتونه وضع خوبی برای بچه ها فراهم کنه، و همچنین وقتی به سن بازنشستگی میرسید و کهنسالی میرسید باید آسوده باشید که اون چه که تا حالا زندگی کردید به باد نرفته و دسترنجشون از بین نرفته و به هر حال یه سرپناهی خواهید داشت، یه امنیت مالی و زندگی خواهید داشت. به همین دلیله که اگر مثلا بچه ای رو مورد اذیت و آزار قرار بدن یا به اصطلاح پروواید نکنن براش پدر و مادر، تأمین نکنن دولت میگیره و اینا رو در مراکز اینا. حالا اون مراکز چقدر مفیده یا نکاری ندارن، ولی اندیشه پشت این خیلی اندیشه مترقیه. افرادی هم که به یه سنی میرسن، از یه سنی بیشتر فراتر میرن، حتی اگر در امریکا کار نکرده باشن، حتی اگر حقوق مالیات نداده باشن، حقوق نگرفته باشن، یه مفهومی هست به نام SSI که به اینها کمک میکنن، ما یه هزینه در اختیارشون میذارن، از لحاظ دوا و دکتر و عیاب و ذهاب و حتی مسکن یه امکاناتی در اختیارشون میذارن که طبقه کهنسال هم بتونه با آسایش زندگی کنه. حالا این معمولا اندیشه برای کسانی بوده که در این مملکت زندگی کردن یا به هر حال مولد بودن، یک پروداکتیو یا سازنده بودن، یه چیزی یعنی برای شهروندان امریکایی بوده خب طبیعتاً. ولی خب یک دب سو استفاده میکنن، شما تا بیایید اینجا اگر که درآمد نداشته باشید، هیچ وقت اینجا مالیات هم نداده باشید، به صرف اینکه سنتون از یه مقدار بالاتره یه پولی از دولت میگیرید، یا حتی اگر پناهنده بشید معمولا تا 8 ماه اول بتونه لحاظ مسکن و لحاظ مالی کمک های خاصی میشه که بنابراین اون چیزی که فرمودید یک حقیقتی توش هست، ولی به اون شکلی که عرضه میشه و به اون شکلی که برای سودجویی افراد میان میگن شما بیاین ما بیاین براتون بیاریمتون اینجا که از همه نظر تامین باشین، هم زشته هم غلطه هم غیر انسانی. و دکتر اینا به کسانی این کمک تعلق میگیره که به طور قانونی وارد این مملکت شده باشه؟ صد درصد. و اونم یه نکته دیگه است، اونهایی که به طور غیر قانونی وارد نشدن یا اصولا اینجا اقامتشون قانونی نباشه، از سال 1997 قوانین به شدت عوض شد و حتی کسایی که گرین کارت هم دارن یه سری از مزایا رو از دست دادن. بنابراین بحث خیلی مفصلی سر یه وقتی میتونیم چطور. اما در مورد مسئله تحریم ها که اشاره فرمودید، من میخوام یک سوء تفاهمی رو که بعضی وقتا میبینم ایجاد شده در بین دوستان ما شاید برطرف کنیم، و این است که این اوفک یا اجازه گرفتن برای آوردن پول به هیچ وجه جنبه محدود کننده نداره که پول نیارید یا نبرید یا این کارا رو نکنید، فقط جنبه نظارت داره، برای اینکه اینا میخوان منبع پول و خرجی که اون پول قراره بشه. چون میدونید همین پیروز در شهر سندیگو در کالیفرنیا 10 نفر رو از اهالی سومالی رو گرفتن و به زندان محکوم شدن برای اینکه اینا پول جمع میکردن از مردم برای اینکه به گروه تروریستی الشباب کمک کنن. و الان فقط من امروز با یکی از دوستانم مدیر عامل یکی از شرکت های تاکسی رانی لس آنجلس صحبت میکردم، گفت ما فقط 250 راننده سومالی داریم، کتمن درصدی از اینها به شدت مذهبی هن،
به شدت وابسته به گروه الشبابن و حتما این کارها رو دارن انجام میدن. خب این نظارت افق و اینها برای اینکه ببینن چه پولی داره میره، چه پولی داره میاد از کشورهایی که معمولا خاستگاه فعالیت‌های تروریستیه، و شرم دارم از اینکه باید بگیم که ایران هم متأسفانه در بعد از انقلاب یه جزو در اعداد این گونه سرزمین‌ها قلمداد شده. ولی اگر معلوم بشه که منبع پولی که میاد مشکوک نیست یا وابسته به گروه‌های مورد سوال نیست و اینجا هم مصرفش مصرف واقعی و اقتصادی و ایناست، هیچ مشکلی نداره. حتی اخیراً برای کسانی که برای سرمایه گذاری به امریکا پول میارن از طریق EB2 یا EB5 یا E2 اصلا اجازه افق لازم اینا نوع ویزاست که میفرمایید، نوع از طریق سرمایه گذاری میخوان بیان اقامت بگیرن، اینا اصلا اجازه لایسنس افق هم لازم نداره، با یه حسابای مخصوصی راحت میتونن هر چقدر بخواد بیارن و ببرن. برای دانشجوان حتما اگر سختگیری بود الان آسان‌تر خواهد شد، نه فقط به خاطر این قرارداد ژنو، بلکه به خاطر نحوه تفکری که پشت سر این قانون هست و اون که شما ثابت کنید که قانونی و لجیتیمت و مشروع هست این نقل و انتقال، معمولا مشکلی نخواهید. خیلی متشکرم دکتر مشکی. به عبارت دیگه اگر افراد دقیقاً اون مقرراتی رو که وضع شده در رابطه با مسائل مختلف، اما از ورودشون به امریکا و بعد آوردن پول و یا سرمایه گذاری در اینجا، اینا رعایت بکنن، همه چیز به راحتی انجام میشه. کاملا. و این نیست که به خاطر اینکه باز الان یکی از فعالیتایی که ما در داخل ایران شاهدش هستیم و متاسفانه یه مقداری هم مؤثر بوده توی توده ها، این چهره دژم و خونخوار و به اصطلاح قانون ستیزی است که از این کشور در ایران اینا درست کردن، در حالی که همونطور که اشاره کردید اینجا خب البته تخلفاتی هست، اون بحثی درش نیست، چون به هر حال مجری قوانین افراد هم هستن. بله. و اینا میتونن تخلفاتی داشته باشن. بله. ولی کلن شما با طی این سالهای متمادی که در امر وکالت فعال بودید، آیا واقعا بی انصافی و بی قانونی های زیادی رو شامل بود، چیز به اصطلاح شاهد بودید یا نه؟ از طرف امریکایی ها؟ بله بله. میتونم بگم که نه، البته همونطور که اشاره کردین، چون آدم ها در کار هستن و هر آدمی به هر حال میتونه تمایلات یا تمنیات شخصی خودش رو دخالت بده، ولی اگر عوامل انسانی یا کوتاهی ها یا شورتکامینگ های انسانی رو بذاریم کنار، چون سیستم امریکا بر اساس قانون پذیری و قانونمندیه و چارچوب قانون همونطور که فرشته عدالت چشمش بسته است کوره، یعنی براش فرقی نمی کنه که شما ایرانی هستید یا عرب هستید یا انگلیسی هستید یا کانادایی هستید، از لحاظ قانونی من هیچ تبعیض و هیچ اختلافی نمی بینم. در عمل ممکنه که حالا یه جایی مثلا فرض فرمایید یکی از کارهایی که ما در دفتر حقوقیمون انجام میدیم ویزا برای هنرمندا یا مدیران شرکت هاست، در سالهای اخیر من میبینم اون پرونده‌ای که من برای یک انگلیسی فایل میکنم یا برای کانادایی یک روزه دو روزه تصویب میشه، برای ایرانی ممکنه سه ماه طول بکشه. این هیچ جا نوشته نشده، هیچ جا گفته نشده، ولی خب آدم احساس میکنه که دقت بیشتری روی اون پرونده میشه. به عبارت دیگه همین شرایطی که شاید رژیم به وجود آورده دقیقاً همینطوره، وگرنه حتی 20 سال پیش این گونه نبود، ولی از 10 15 سال یا 12 سال به این طرف یا بعد از شاید رفتن آقای خاتمی از کار و آمدن آقای احمدی نژاد، یک دفعه موج سختگیری های نامرئی رو ما داریم میبینیم. بله نامرئی، بله. نانوشته و نامرئی. دکتر مشکی بینایت ممنونم، لطف کردید. امیدوارم ما بتونیم این سری گفتگوها رو به خصوص در مورد مسائل حقوقی که میدونم بسیاری از بینندگان ما علاقمندن بدونن، بی طرفانه و بی غرض و بدون جهتگیری از شما بشنویم اینجا در همین برنامه. با کمال میل، سپاسگزارم. خیلی ممنونم. متشکرم.